برای خداوند بخشاینده و مهربان. سرکوب اعتراضات گسترده مردم بدخشان توسط طالبان، این گروه 20 تن را در ارگوی بدخشان کشته و زخمی نمود و 60 تن دیگر نیز بازداشت. جبهه مقاومت ملی میگوید که در دو حمله جداگانه بر طالبان تلفات بر این گروه وارد کرده است. در گریبان نیروهای مرزی پاکستان با جنگجویان طالبان و ادامه بحران سیلاب ها در افغانستان. درود بر شما، وقتتان بخیر. امروز 13 می 2024 میلادی برابر با 24 ثوری 1403 هجری شمسی است. توجهتان را جلب میکنم به فشرده خبرهای افغانستان. اعتراضات گسترده مردم در ارگوی بدخشان توسط طالبان به خشونت کشیده شده و سرکوب شد. نیروهای این گروه در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بر مردم ملکه شلیک کرده که در نتیجه 5 نفر جان باخته، 15 نفر زخمی شده و بیش از 60 نفر دیگر نیز بازداشت کرده است. در بین شهدای این رویداد دو بزرگ قومی منطقه برلاس ها نیز حضور دارد. طالبان هم میگوید که سران شورش را بازداشت کرده و غایله ختم شده است. جزئیات بیشتر در مورد این قضیه و این رویداد در کلیپ های جداگانه قبلا منتشر شده است. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان با هم دیگر در ولسوالی زازه آره به ولایت پکتیا درگیر شده است. منابع مردمی بر رسانه ها گفت است که این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای مرزی پاکستان در حال ساخت یک پست نظامی بودند که با مخالفت طالبان روبرو شده و با همدیگر درگیر شدند. پس از درگیری نظامیان پاکستانی شماری از نقاط را در داخل خاک افغانستان مورد حملات راکتی قرار داده است. پاکستان و طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده و جزئیاتی از خسارات و تلفات این درگیری نیز منتشر نشده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که در دو حمله جداگانه در شهر هرات و ولسوالی تولک 3 عضو طالبان را کشته و 1 عضو دیگرشان را زخمی کرده است. تاکنون طالبان اما به این ادعای جبهه مقاومت ملی واکنش نشان نداده است. رونده ساز بر رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که طالبان اقارب و اعضای یک خانواده پنچری را در باغ بالای کابل تیرباران کرده است. این جریان ادعا کرده است این افراد به این دلیل تیرباران شده است که بزرگ این خانواده که تجار زمرد بود است به نام خانواده نقشبند حاضر نبود است که به طالبان باج بدهد. آنان از ولسوالی خنج ولایت پنچر هستند. در این یادداشت رواندی سبز آمده که این افراد اسماعیل، شکرالدین و وهاب نام داشته و نفر چهارمی هم هویتش هنوز مشخص نشده است. طالبان تا به حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان ادعا کرده است که نور محمد ساقی وزیر ارشاد حج و اوقاف این گروه در حاشیه نشست مشورتی علمای جهان اسلام در استانبول ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور دیدار کرده و آقای اردوغان از وضعیت افغانستان ابراز خوشحالی و رضایت کرده است. دولت ترکیه هم تا به حال در مورد اظهار نظر نکرده و هیچ عکسی هم از این دیدار منتشر نشده است. و خبر اخیر که مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار میگوید که 3 دختر در این ولایت در یک کانال آب غرق شده‌اند. عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در ننگرهار میگوید که این رویداد روز دوشنبه 24 ثور در حوضه نهم شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار رخ داده است. طبق اظهارات او این رویداد زمانی رخ داد که یک دختر در آب کانال لباس می‌شست و در آب غرق شد. دو تن دیگر می‌خواستند او را نجات بدهند که آنان را نیز آب با خود بردن و جان باخت است. از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.